از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه دمه پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه دمه پوشم، هم ساری عوستارم، هم آتش زردوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصود اینجا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصله ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دینه پیشانی دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم که شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم ای پیر مغان دلتنگ تو امن ای با ای آب روان هوایی تو امن ای خون چکیده از گلوی یاران خونخواه منم به خونخواهی تو ما کس به میهن نپسندیم هیچ کس به میهن نپسند دشمن خار و زبونش سازی از خانه دیرین و کهن بیرونش سازی مهربان یاران سالگرد انقلاب مهسا انقلاب رهایی بخش
ایران آریایی به رهبری زنان میهنمون در هنگامش هستیم. فرصت‌های زیادی پیش اومده، غنیمت نشمردیم. اگر غنیمت بشماریم و اگر همه هم دل و هم صدا شویم، میهن آزاد می‌شود. سپاسگزار مردم سلحشور و دلیر و آزاده ایران، از هر قشر و طبقه و گروهی هستیم که اومدن توی صحنه. دلیرانه، شجاعانه دارن رخش و اسب خرد رو میتازن تا تازی رو بیرون کنن. امسال شما شاهکار کردید، سنگ تموم گذاشتید. نیروهای پنهان شاهنشاهی در درون این نظام پوسیده شپشی چه کردند امسال؟ بازی کربلای اینا رو به هم ریختن. یعنی اینها میلیاردها دلار پول مردم ایران رو که بخشی نان شب بدارن بخورند رو داشتن خرج و دارن خرج این آشرو پاشرو بازی ها میکنن. میلیاردها دلار به ده نشینان عراق میدن پول که اینها بیان میوه و سیب و خیار و پیاز شفتالو سر راه بدن بینا. دیگه نگاه کنید، مردم آزاده عراقی هستن، بعد بخونون شب نداره بخوره. اونو که میاره میده اونجا شد ده برابر به دلار بهش پول دادید، پولهای ایران آریایی. امسال مردم باهوش و بازکاوت. ابتدا که حتما دیدید دیگه، ما لازم نیست برای شما نشون بدیم، خود اینها فیلم هایی رو منتشر کردن که در دیگ غذاهای اینها عراقی ها میشاشیدند. اینو که دید. از اون طرف ارتش، نیرو، وقتی میگم نیروهای شاهنشاهی، همه جای کشور رو شامل میشه. از همون دختر جوان و دلیر آزاده ای که میاد در برابر لچک پسر کلاغ‌سیاه تازی وای میسته، تا اون کسی که میاد قهرمانانه، قهرمانانه اون جوان آریایی صدامی تازی داخل میهن که اومده به زن و بچه خودش رو به دیگران زور میگره کتک میذاره، تا اون کسی که در وزارت اطلاعات نشسته و مهره ها رو یه جوری میچینه که این کربلا اینا به هم بخوره، یا اون کسی که در ارتش نشسته و در درون ارتش برنامه ریزی محرمانه رو به گونه میکنه که خود اینها مجبور بشن به گریه و زاری بیفتن که آقا کربلاشون خراب شد، آقا گازاشون رو بردن، آقا آشپزی نمیتونن بکنن، آقا میلیونها دلار هزینه، میلیاردها دلار هزینه رفتن، چندین هزار تن جنس خریدن بردن و نمیذارن بپزن. این عزیزانی که این فیلم ما رو میبینن توجه داشته باشن، این دولت ما خیانت کرد به ملت ایران، کل عراق فرستاد جمعیت رو، الان امروز عتبه با مأمور با اسلحه اومدن گازهای ما را جمع کردن، گفتن نباید اینجا پخت پز بشه. گناه اینها چیه؟ گناه این جمعیت چیه؟ اومده کربلا، آیا زمان مأمور که دست پیرزن میده میره کربلا الان از اون بدتر شده؟ مردمشون گرسنه میشن. همین هایی که به خاطر یه چلو کباب چهار تا موز پا میشن لشکر سیاهی میرن اونجا. این سال آخر بود، از سال آینده این بازی تمام میشه توسط خردگرایان ایرانی آریایی و هر روز قدرت ارتش شاهنشاهی در داخل کشور میره بالاتر و هر روز مردم بهتر میفهمن که چگونه این استعمار اومد پادشاه ما رو، اون عظمت و شوکت آریایی رو از بین برد. به خاطر این حرفاش صد بار اینا رو پخش کردیم، تو شهر دادیم، توضیح دادیم. بفهمید و مگذارید به شاهنشاه، به دو پادشاه پهلوی که ایران رو از لجن بیرون آوردن، کسی توهین کنه. راهی که برای ما میماند دو تاست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر،
کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرط درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم به اون نفت اضافی چه بکنیم. ابرقدرت ها الان در دنیا خصوصا در این جامعه جهانی نوی که به وجود اومده همه اینها خودشون مهرن، خود این رهبران مهرن جا به جاشون میکنن. شما دو نمونه بهتون امروز من نشون میدم از دو به اصطلاح ابرقدرت جهان، به اصطلاح میشه ابرقدرتن، که ببینید رئیسه با یکی جمهور رو رئیسه ولی پاخی نیست، وقتی بخوان میذارنش کنار. همین پاریس ما قدرتمند ترین رئیس جمهورشون در این سالهای اخیر رفیق ما نیکولا سرکوزی، یکی میگم رفیق ما یادتون نره اینا ما با اینا نمیشیم چای شیرین بخوریم فلان، اینا ما هر کار میکنیم برای ایران بوده. این هم اصطلاحیه که من دارم میگم رفیق ما، ها ما هرگز اونطور که شما فکر کنید، ما هر جا ایران باشه اونجا هستیم، تا ضد ایرانی بشه باش میجنگیم. یادتون نره. حالا نیکولا سرکوزی که اینقدر قدرتمند بود قذافی رو انداخت، قذافی رو چندین رئیس جمهور تو آمریکا اومد نتونست بندازش، انگلیس باش درگیر شد نتونست بندازش، قلدوری میکرد همه رو میزد و میکشت و فلان اینا، هیچکی نتونست بندازتش. سرکوزی رو انداخت. حزب الله لبنان هم انتقامش رو گرفت از قذافی که امام موسی صدر رو کشته بود، ولی من روز که سرکوزی گفتم تو چه سودی بردی قذافی افتاد؟ هیچ، مملکت با آشوب کشیدی. اما میدونی کی به قسم خودش رسید؟ حزب الله لبنان، نبیه بری که 50 سال 40 خورده سال رئیس پارلمان لبنانه، رئیسشون شما این قذافی کشته بود، اینا قسم خورده اون ترتیب شده دادن اونا. خب اینا کی میفهمه؟ کی میفهمه این بازی جهانی رو؟ یا مثلا شما، من همینجا در همین تلویزیون پارس پخش شد در برنامه فرانسوی میگفتم پیش از این که بایدن برنده بشه، گفتم گورگ سایروس سوگند یاد کرده تا دخل ترامپ رو بیاره نظر دیگه رئیس جمهور بشه و بعد از اونم ترتیب شه بده بندازتش زندان. اینم رفت زندان. این رفتن ترامپ به زندان یعنی چه؟ تو باید درس بگیری ایرانی، یعنی بدبخت بیچاره که میری در خونه اینا در میزنی چه میکنی که بیان اینا ایران آزاد کن، اینا ایران بیبلا انداختن، این آخونده مهرهای اینا، نوکرای اینا رئیس جمهورهای خودشونو ترتیبشونو میدن وقتی که منافع مالیشون بخواد پایمال بشه، وقت میذارن تو بری آخوندهی که داره مثل گاو میدوشنش و مثل گاو داره بهره کشی میکنن ازش و میلیاردها دلار در سال میگیرن به هوای جنگ لبنان، جنگ سوریه، جنگ عراق، جنگ یمن، مداخلات در با افغانستان، مداخلات در پاکستان، مداخلات در کشورهای آفریقایی که بعد تازه آفریقایی ها فکر میکنن الان آفریقا داره رهبر جهان میشه، چین داره رهبری جهان رو میگیره، روسیه خط دوم وا کردن، اینا میخوان بریکسش بکنن، دلار رو نابود کنن. او اینقدر ذکاوت و زیرکی داره که خواهید دید به زودی دخل همه اینا رو میاره، یعنی جنگ هایی را میندازه، یه کارهایی میکنه، اینا رو میزه سر کار. همونطور خود پوتین گفت ما رو با این جو بایدن گذاشت سر کار، با این جنگ تو پای ما کردن. گفت خب بابا تو خر نباید بشی که دنگ تو پات بگن اگه تو اینقدر خری.
حالا شما این ترامپ رو که دیدید، هیچ، بزرگترین کسی که میگن الان جهان تو دستش داره رهبری میکنه، میخواد خط فلان مثل زی یا شی هست، الان معلومه چه شیه یا زیه، شی جی هست. این زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایرانی، نوشتن خود اینها اسامیشون و تلفظش بر اینا قرارداد اجتماعی نداره که یکی باشه که همه بگن. حالا این بابا شما ببینید که رهبر جهانه، وقتی میخواد وارد سالن کنفرانس بریکس بشه باید خودش وارد بشه، مشاور درجه یکش، مترجم درجه یکش، نوکر چمدون کشش، نمیدونم کش کش، اجازه نداره وارد بشه. خودش هم بر میگرده نگاه میکنه ولی میره اطاعت میکنه از کادر رهبری که بریکس ساخته. بریکس هم فکر کردین کار خود ایناست، بریکس هم توی اما اقتصاد جهانیه، درست مثل کمپانی های جهانی که با اینکه رقیبن با هم دعوا دارن، یارو دوتا داداشا رفتن یه جفت کفش در آوردن، اون اسمش این گوش چه اسمش گوش، رقیب، دعوا، درگیری، ولی هر دوتا رو بلاک راک میگردونه، اون با اون داره میجنگه، سال هاست میجنگه، جنگ یمن، عربستان سعودی، ولی یک مرکز تجارتی سانتر دو فینانس هست در جهان مال کورک سایروس که پول اینا رو جا به جا میکنه، درصد چه برمیداره. مدیریت اینا همه عاملن، مهره های شطرنجی هستن. مدیریت دست ما اقتصاد جهانی است. اون اقتصاد جهانی الان خیلی هم ذکاوتمند شده با این هوش مصنوعی و خیلی بهتر از همه دوران ها کار میکنه و جهان رو رهبری میکنه، چون هر دو طرف، هر طرف که شود کشته سوده گورک سایروس هست. الان برای ایران ما اینها برنامه دارن، نمیذارن که به همین شلیات و شهریاری رو ببری تو ایران برقرار کنیم، نمیذارن که چه بشه چه بشه. یارو خودش میاد میگه آقا من غلط کردم در مورد محمد رضا شاه، اشتباه فکر میکردم. آدمای دور برش میگن نه اونجور نبود، دخترش میگه نه اینجور نبود. نمونه همین آقای گلستان، ابراهیم گلستان که فوت کرد، اولا که یادتون نره همونطور که من بارها گفتم اینها همینایی که رشد کردن زمان شاه و الان دارن رشد میکنن، برابر تو رسانه ها شما رو میبینین اکثرشون، اینا همه تو ساخت و ساختای برنامه‌ریزی خود جهانن. همونطور که من یوری علی شریعتی رو میبینم توی پاریس افتاده دست سیگار و شراب که داره میخوره، ولی من عجب خوب حرف میزنه، عجب خوب میتونه خر کنه، میان میگن آقا تو پاشو برو ایران رو آزاد کن، اینجا چی نشستی؟ پاشو برو ایران روشن کن. میارن ایران حسینی ارشاد هم ساختن اونجا، تریبون بهش میدن کی مردم خر کنه. حواستون شد؟ خر میکنه، دین رو دوباره میاره، همه رو دین میکنه. عین همین با خیلی کردن، تمام نیروهای چپ رو که استعمار ساخت بر علی محمد رضا شاه بزرگ میکردن، اینا دستگاه بود، از خمینیش گرفته تا ابراهیم گلستانش گرفته تا چپ نوردین کیانی رئیس به تودش گرفته تا راست جبهه ملیش گرفته تا محمد مصدق گرفته، اینا همه توی تیم بودن، ولی باید تو تشکیلات بودن، تشکیلات یا قاجار یا سادات. اون میگن فراماسون پراماسون اینا رو ول کنین، سادات تازی قوی ترین قدرت 1500 سال قدرت داره. همین آقای ابراهیم گلستان یک مصاحبه با اشداران میکنن که میگن آقا تو چرا تو اون فلان فیلمت عکس خمینی رو پشت سرت گذاشتی؟ عکس خمینی چرا پشت سرت گذاشتی؟ خب چه جواب میده؟ تو فیلمش میگه آقا این آقامه، ابراهیم گلستان چپ کمونیست، میگه آقامه، بهش گفتم آقای آقامه، بعد گفت آقا این جدمه، جد میبینه چقدر تأثیر گذاره، جدشه، حالا کمونیسته جدشه. اون اینجوری بود که اینا کار کردن. بعد همون زمانی که ایشون فیلم میسازه و که
به اصطلاح ضد پادشاه است و ضد رژیم است و اینا، میخواد سواک بیاد بگیرتش، زود زرنگی میکنه، جدشه، میره پیش یه جد دیگه، میشه پیش، میره پیش خانم فریده دیبا، میگه جد بزرگوار ما رو اینا میخوام بیان بگیرم به خاطر فیلم، با شاه یه قرار بذار من برم پیشش از شاه عذرخواهی کنم، میگم من با بر علیه توی فیلم درست نکردم، بر علیه هویداست. خانم فریده دیبا این برنامه رو میذاره. البته ابراهیم گلستان یک بار در حالت مستی و راستی، خیلی ها وقتی که یک گیلاس بزنن مثل اینه که هیپنوتیز شدن، نگفته ها رو میگن، خیلی اتفاقات افتاده، بعضی وقتا هم شاید به عمد میخواد بگه که یک رازی واقعیتش، نه اونی که شایع شده تو جامعه یا خودش دیروز گفته پریروز گفته پر. ابراهیم گلستان خودش گفت، گفت که من رفتم پیش فریده خانم و ازشون اینجا جمعه، فریده خانم قرار میذاره، پادشاه ایشون رو میپذیره و بعد میگه که من هنوز پیش از این که بگم قربان ببخشین این تو جسارت نباشه، من اینو به هویدا گفتم، دولت رو نقد کردم، شما میگه تا من شروع کردم میگم شاه خب نه حالا نداره، با من میگه صحبت کردم، با هم صحبت کردیم اینا. بعد نکته جالب اینجاست که میگه که من بعدن در حین صحبت کردم با شاه گریم گرفت بود، بغض گلومو گرفت و گریم، خواست بیاد که چقدر آدم خوبیه، برای ما بعد معرفیش کردن. درست همین که تو کسی که نمیشناسی میان میگن میان میگن، یارو مثلا امکان داره اصلا خبر نداشته باشید تو مشهد یه اتفاقی افتاده، میگن جاده خراب بود، ماشین میافتاد تو چاله، به شاه فوش میدادن. شاه کجا؟ بعد میگه که دیگه میخواستم برم، شاه من صدا زد و وقتی دو قدم رفته بودن گفت برگرد اینجا. گفت تو در رابطه با آخرش که مسئله کارگران نفت اینا میگی، تو مطمئن باش که من در مملکتم نمیذارم کارگرانم بهشون فشار بیاد. با گریه میگه من اومدم بیرون. همین گلستان. بعد حالا دختر ایشون غیر از این گفته، ولی ایشون یه وصیت نامه هم داره ابراهیم گلستان. در وصیت نامهش خیلی حرفای خوب میزنه. تو وصیت نامهش حتی میگه که من الان 41 سال میگن کار نکردی، چرا دارم فحش میدم، من میشه اینجا دارم فحش میدم، چون این با همه این بادمجون رقابچینا و متملقین و بعد چون وارد بود بازی رو، میدونست که یه بازی هست که اینا رو میبره بالا، بعد شاه بازی رو میشکنه، بعضی وقتا یارو رو میاره شهردارش میکنه، میخواد رو بکشه، یارو رو میاره دشمنش وزیرش میکنه، چون شاه خبر داشت که اینها گول میخورن، گول میخورن، بادشون که میکنن باد. حتی هم خمینی رو شاه که احضارش میکنه، میگن حالا طرف برو جدی رفت بود، احضارش میکنه که ببینی واقعا ایران دوسته، واقعا مدام میبینه نه به دست سوخته حرم زده است، میگه بندازینش بلد مالک. شاه خیلی سیاست مدار بود، شاه ما خیلی سیاست مدار بود. ابراهیم گلستان وصیت میکنه که آقا این دختر من هیچ بهش ارث ندید، ولی به بچه فروق، یکی از عللش بالا سرم میبینین مهتاب امام زمان میاد با سرش لامپ روشن میشه، صیاد تو فیلم آورده بود بالا سر من امروز گذاشتم این که بفهمید لامپ بالا سر عجب دنیایی، کربلا میبرن شما رو. وصیت میکنه که به میخواستم وصیت نامه شو براتون بخونم، زیاده، میگه که به پسر فروغ فرخزاد، به فرزند فروغ فرخزاد ارث تعلق میگیره از بالای تابلوهاشو، ولی با دخترش خیلی درگیره و بهش میگه هیچ بهش ارث نمیدم، اینا با هم درگیره. خب این درگیری همیشه بوده، یه کسی میاد خارج از کادر عوض عمل میکنه، میاد خارج کادر، تو کادر وای نمیسته، تو باید تو کادر تشکیلاتی سازمانی باش. یکی از بچه ها به من میگفت که پدرش رو که انداختن زندان و اینا از رهبران بالای رژیم بود، میگفت یکی روز من پیش خامنه ای که بودم گفتم در مورد پدرم صحبت شد اینا، گفت آقا یه دکتر این پدر شما از قطار پیاده شد خودش، باید تو قطار میمون. حالا جریان قطار خیلی مهمه، الان یادتون نره اونهایی که تو قطارن باید از یه قطاری بیاین پایین که مهمه و من تا حالا بارها بهش اشاره کردم، اون قطار مشروطه خواهیست. ما مشروطه رو بزرگ میداریم، قدر میدانیم، سالگردش جشن میگیریم، ولی دیگه کسی نبود که من مشروطه خواهم. مشروطه 40 سال پیش من در کتاب قرآن
آن سرودی به سبک پارسی و دینداری و خردگرایی که همه این کتاب ها الان در یک مجموعه به نام من با خدا رقصیدم منتشر شده مدت هاست. حتی کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد تو همین کتاب. حالا اونجا ما اون موقع نوشتیم روزای اول انقلاب سیاه که نظام ولایت فقیه پای خودشو از انقلاب مشروطه و استعمار روس و انگلیس تو ایران باز کرد و نفوذ کرد. چرا؟ چون بر اساس متمم قانون اساسی اینا موادی رو به تصویب گذاروندن که هیئت فقها یعنی همین شورای نگهبان الان دقیقا اسمش گذاشتن حالا شورای نگهبان اون موقع هیئت فقها و یا مجلس خبرگان آدمای بیشتر اینا در پارلمان مشروطه حق وتو دارن. یعنی هر قانونی که میخواد وضع بشه آخونده میتونه وتو کنه. به خاطر همینه که شما الان خیلی نمیدونن، خیلی از عزیزان ما نمیدونن این شعار رو میدن مشروطه، مشروطه خواهی ما، نه مشروطه خواه ما دیگه نیستیم، قدر میدونیم، سپاسگزاریم، مشروطه خواه نیستیم دیگه. مشروطه یعنی نظام ولایت فقیه و همون کاری که هاشمی رفسنجانی میخواست بکنه. هاشمی رفسنجانی بر اساس اطلاعات اخیری که منتشر شده و خود وزیر اطلاعاتشون گفت اینا میدونید که به عنوان برانداز دیگه نذاشتن رئیس جمهور بشه و به عنوان برانداز کشتنش. پروژه هاشمی رفسنجانی این بود، من میخوام به شما بگم، حتی ایشون در نظر داشت که وقتی که رئیس جمهور بشه دوباره که احمدی نژاد شد بعد از خاتمی، این حتی فراهم کرده بود، تدارک دیده بود که در تخت جمشید یک کنسرت بزرگ چند صد هزار نفری برگزار بشه. اینا بلیتاش هم چاپ شد، آفیشاش هم در اومد، هنرمندش هم مشخص بود که در تخت جمشید اینا مثل که محمد رضا شاه جشنهای 2500 ساله رو در اونجا گذاشت، اکبر شاه هاشمی رفسنجانی میخواست در تخت جمشید ریاست جمهوری دیگه خود دوباره خودش رو بعد از خاتمی جشن بگیره. همه کاراش هم شده بود، آفیشش هم در اومده بود، بلیتاش هم پخش کرده بودن و و و و غیره، ولی نشد، نذاشتن بشه دیگه، تقلبش کردن و یه نذاشتن بیاد. همزمان با این که میخواست هاشمی رفسنجانی این کار رو بکنه، مقالاتی که هیچ چیزای دیگه که نوشته بود، هر کی از خارج هم میومد تو مجمع تشخیص مسئله رو میدید صحبت میکرد، شدیداً با انوسیا درگیر شده بود. مطالبی هست ازش هست که به انوسیا حمله میکرد، میگفت اینا دین یهودیت که دین نیاکانشون بوده رو ول کردن، اومدن مسلمان شدن، کسی که دین نیاکانش رو ول میکنه میاد علیکی مسلمان میشه به خاطر پول، ما چه جور مملکت به اینا بدیم؟ بعد اسما اینا رو همه رو در آورد، خود سیستم اطلاعاتیش توسط آدماش منتشر کردن و بعدم فرستادن خارج از کشور، چند تا روزنامه خارج از کشور همون موقع نوشت، چند تا روزنامه اینا نوشت. خب این دوتا. سومی که هاشمی رفسنجانی زمینه‌هایی رو مساعد کرده بود که خاندان پهلوی رو برگردونه ایران. از وقتی که در روزنامه زن که دخترش فائزه در می آورد اومد عکس شهبانو عزیزمونو گذاشت و بعد پیام شهبانو عزیزمونو چاپ کرد و بعد چند روز این رو توقیفش کردن زنو، و بعد همزمان چهار نفر خبرنگار از داخل ایران اومدن خارج، دو تا یا سه تاشون دخترای خوشگل درجه یک مانکن، یکیشونم پسر خوشگل خوشتیم، به من مراجعه کردن در دفتر شانزلیزه که ما آمدیم با شهبانو مصاحبه کنیم. گفتم من مسئول دفتر شهبانو نیستم، بعدم شما از ایران اومدید، تو ایران یک روزنامه میاد عکس ایشونو چاپ میکنه، پیامشون چاپ میکنه، توقیف میکنن، آب میزان شما میمانه. بعد نگو که این همون برنامه اطلاعاتی بود که اینها میخواستن به گونه این نفوذ کنن، این همون خط اصلاح طلب ها الان میگن بهش خط هاشمی رفسنجانی، اون موقع میخواست به گونه ای فراهم کنه که اون خودش مثلا جای خامنه ای بعدا رهبر بشه، بعد یک رئیس جمهور هم بذاره، هر کی میخواد باشه،
فکولی باشه، کرواتی باشه، و بعدم مطرح هم کرده بود دیگه. در این مورد قبلا چون زیاد صحبت شده الان چیز نشه، من ازش میگذرم که براش حتی موردی نبود که خیلی ها مثل حتی پرنس رضا پهلوی اینا برگردن ایران، ولی این برای ملت و مملکت و میهن و خانواده پهلوی اونا نبود که، این برای حفظ قدرت اقتصادی میلیاردی بود که تو دنیا داشت و داره و هنوزم داره، خیلی ثروت داشت، به خاطر حفظ قدرت و ثروت اومد و بعد هر کدوم از فرزندانش یک خطی رو پیش گرفتن. فائزه از همه رادیکال تر، مهدی رادیکال رادیکال که خود مشتبه و خامنه‌ای و اینا رو بزنه تو خارج از کشور، فاتی ایور و اوبر، محسن ایور و اوور، یاسر تو پرده کار کنه، اینا با برنامه بود که خب اینا حتی زدن اونم کشتن، یعنی هاشمی رفسنجانی اینا ترتیب شد دادن که اون پروژه قطاره باید دنبال میرفت، نه که تو قطار بیای پایین بخوای یه قطار دیگه در برابر استعمار بذاری. برای همینی که میخواست اون موقع به عنوان مشروطه حتی بگه ما میخواییم مشروطه رو زنده کنیم، ولی بعد چهار تا پنج تا شیش تا فقیه توی پارلمان بذاره، خودش هم این رهبر خندان بشه، دیدید که آخر لباساش هم در میورده اینا، بعد رئیس جمهور هم هرکی شد فکل کرواتی یا بعد نخست وزیر حتی بذاره، این پروژهش بود. پس مشروطه خواهی اون دموکراسی و آزادی و لایسیته و خردگرایی و حکومت سکولار غیر مذهبی نیست، مذهب توشه، مذهب متمم قانون اساسی، بر اساس متمم قانون اساسی فقها ها یه شیعه حق وتو دارن، از همه مهمتر دین نه مذهب رسمی کشور تشیع اثناعشری است. تو چیه اثناعشری باشی؟ یعنی این باهایی رو که الان میزنن اقلیت میگن، ارمنی میگن اقلیت، زرتشتی میگن اقلیت، یهودی میگن اقلیت، مسیحی میگن اقلیت، دراویش میگن اقلیت، یه اقلیت بازی هست با اینکه نام اکثریت هم و اکثریت دین رسمی تشیع اثناعشری. خب حالا اون که این همه توش آشغال داره و ماشغال داره و فلان داره، تو چرا میخوای بری دنبال او عزیزم؟ قربونت برم، اسم دکوناتون رو عوض کنید، اسمای درست بذارید. و یادتونم نره که این استعماره که الان بارها گفتم و دارم میگم که داره اینا آخونده که خود شکل نیست، اینا مهرن. وقتی شیش جیش رهبر چینش مهر است، منشیش نمیتونه وارد بشه. وقتی دونالد ترامپ با اون قدرتی که هر دوبار اکثریت آورد، 51 بیشتر آورد، میندازنش زندان، یارو قسمم خورد. از قبل منم اینجا به شما گفتم، هنوز ترامپ رئیس جمهور بود به شما گفتم گورکساروس قسم خورده دخلی رو بیاره و میاره و میندازه زندان اگه نکشنش. قدرتمندای دیگه مثل سارکوزی آمیتو تو فرانسه الان اینجا. بعد این رو الان دیروز نه پری روز نمیخوای پس پری روز رئیس جمهور جوان فرانسه ایمانوئل مکرون اعتراف کرد و سفرای فرانسه در جهان که پیشش بودن یک حرف مهمی رو زد، گفت الان دارن قدرت رو از ما میگیرن، ما رو غرب رو در برابر شریعت قرار دادن. گوش کنید پند دقیقه از این صحبتش، خیلی مهمه، خودش از تینک تانک هاست. Je considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucides sans être excessivement pessimistes dans ce contexte. D'abord, il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'impose. Ça a été renforcé par la crise énergétique, notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme. Ça vient consolider aussi des stratégies que nous poursuivons, mais c'est là. Et c'est un fait. خب بعدم کلا من این نکته رو بهتون بگم.
کمونیسم، جدا از اینکه سادات تازی که در قدرت هستن متحد هستن و متفق هستن و همبسته هستن که از ابراهیم گلستانش خمینی جد بزرگوارش هست تا بقیه دیگران، احترامش و عکسش هم تو فیلمش میذاره و فلان اینا، ولی همه میگن او چپه چپه او چپه او چپه، فرنم از تشکیلات میسزم براتون هر دینی هم که ساختن. حالا جدا از اینها که شما دارید عزیزان من، این هست که از وقتی که در امریکا حزب کمونیست ممنوع شد، کمونیسم رو سرکوب شدید میکردن اینها، اتحاد جماهیر شوروی اون موقع اومد یه کلک دیگه زد و یه حزبی ساخت که در اصل حزب سوسیالیست بود، مثل احزابی که در اروپا ساخت و در کشورهای اسلامی ساخت، حزبای سوسیالیست مثل حزب بعث الاشتراکیه یعنی سوسیالیسم ساخت. اتحاد جماهیر شوروی در آمریکا یک حزبی رو پایه‌گذاری کرد، دموکرات، حزب دموکرات آمریکا. برای همینه که شما همیشه حزب دموکرات آمریکا که میاد به قدرت میبینید ای مثلا با جمهوری اسلامی رفیق، ای مثلا جمهوری اسلامی میاد مثلا خمینی میاد میشه سر جا سر قدرت، آقای کارتر میگه جد بزرگوار می آقای خمینی سر جا. چرا خط اتحاد جماهیر شوروی رو داره میره، خط روسیه میره، بعد در اتحاد جهانی سوسیالیسم اینا با هم همراه و همقدر هستن، غیر متعهد ها، تمام کشورها سوسیالیستی هم غیر متعهد ها، یه نوع همبستگی سوسیالیست کمونیست مارکسیست ماویسم. بعد در امریکا اسمش گذاشتن حزب دموکرات، به خاطر همین که حزب دموکرات امریکا اینها بیشتر همون همبستگی جهانی رو با اقتصاد ایوری دارن، ولی با شوروی و روس انگلیسی هن، و حزب جمهوری خواه بیشتر ناسیونالیسم و ملی و فلان اینا هست. حالا همین بازی تو ایران ما هست، یعنی تو ایران ما شما فکر کردین استعمار رفته بیرون و خابیده و ایران ول کرده، جاده ابریشم ول کرده، هزاران سال اونجا منافع بوده اینا ول کرده رفته، تو ایران ما هم هست، ولی الان اینا قراردادی کار میکنن. قراردادیشون چیه؟ از بعد انقلاب یالتا میدونین کجا بود، رفتن پیمان گذاشتن، تقسیم کردن روی یک میز، نقشه های جهان رو کشیدن، خط کشیدن، گفتن این مال تو، این مال تو، این مال تو، حالا یالتا اینا رو ول کن بیا تو. حالا هم عزیزان من اینا تو توافقشون هست هر چهار سال به چهار سال که تو ایران مثلا رئیس جمهور عوض میشه، بعد حالا گذاشتن چهار سال هشت سال، یعنی طرف دو تا چهار سال بتونه بشه، یک جناح باید بیاد، دو تا جناحی که در جهان حکومت میکنه الان یکی روس و انگلیسه، یکی امریکاست. روس و انگلیس الان داره با این وضع جدید، انگلیسه ایر نصفش میره با چین و اینا، نصفش اوهر میره با امریکاست، درست مثل جمهوری اسلامی و اکثر کشورهای عربی. این هم میبینید مثل چیز رو درست کرده بود پرویز صیاد که امام زمان نور از کلش میمد، این هم نور از کله ایماد. اینقدر امروز تکنولوژی های شارلاتانیسم و ذکاوت مصنوعی قوی شده کارهایی میکنن، آقا لباس تعوض میکنه، رنگش رو عوض میکنه، عرض کنم صدا تو عوض میکنه، با صدای تو میتونه بیاد حرف بزنه، با صدای تو میاد یک حرف میگه علیه خود صدای توی ها، این که تکنولوژی ها با. حالا از اینا که بگذاریم، پس در این راستا روس و انگلیس و آمریکا که بعد اروپا بعض وقتا میبینه اینا وسطش هستن، ولی بالا اینا الان تو ایران از وقتی که جمهوری اسلامی اومده، آخونده اومده، هر چهار سال یا هر هشت سال بین یونیون در حال رفت آمده. به خاطر همین از گروه اصلاح طلب برجای ماندگان هاشمی رفسنجانی که برانداز بوده، میخواست چه بکنه چه بکنه، از اون جناح چون بینو یارو میشد فوش اول آخر درگیری فلان فلان هرچی بخوای میگه، کسی کارش نداره. اما یه دختر ما، یه بچه ما 16 سالشه 22 سالشه 17 حرف میزنه، میذارن میکشنش، اعدامش میکنن، علنا میبرن رضا رهنورد و محسن شکاری اعدام میکنن، بچه ها رو، حسینی رو، کرمی رو، عزیز دلم رو،
موسوی رو کاظم و اینا رو میبرن میکشن، اعدام میکنن. ولی تو خودشون شما ببینید میان بحث آزاد میذارن، فلان بچه آخونده زر میزنه، خود آخونده به زر میزنه، او کسی کار ندارم. چرا؟ چون اونا توی دیل جهانی هن، دیل جهانی سوسیالیست کمونیسم و خط امپریالیست آمریکا. مثلا شما در نظر بگیرین الان رئیسی رئیس جمهوره، ای از خط ایوریه، راسته که به اصطلاح خود اینا سوسیالیست کمونیست اینا انگلیس میگیره اینا. این مگه چی بشه که 4 سال دیگه چی نشه مثل جریان سرکوزی که پیش اومد اینا؟ وگرنه 2 تا 4 سال 8 سال رئیسی هست، باز بعد رئیسی من الان به شما قول میدم اگه نظام سرنگون نکنیدش نیفته، بعد از دو بار که رئیسی رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور بعدی که میاد مال اصلاح طلب هست. البته تا موقع اصلاح طلب ها اسمای جدیدتر میگیرن، فلانتر میگیرن، الان دارن کار میکنن که خیلی از شعارهای ما رو بگیرن، کچلوار بگیرن، کروات بگیرن، هنرپیشه مشهور رو بگیرن، اونا خواننده های مشهور رو بگیرن با خودشون. یه میبینه اه او خیارو که قاچاقی میرفته ایران رو میامده، هنرمند مشهور اینا، یا اونا علنی رفت فرودگاه هم استقبالش کرد فلانی، اون رقیب رئیسیه میخواد بگیره. حالا رئیسی برده این رو، ولی سیستمه یکیه. یا مثلا قبل رئیسی روحانیه 8 سال خط آمریکا حکومت میکنه، برنامه و پروژه‌ای که میکنه داره به تصویر میرسونه، میره این میاد. قبل روحانی کیه؟ احمدی نژاد، خط چپه، خط راست افراطیه، او افراطیه. اینا رو همینجور تقسیم میکنن قدرت رو برای اینها، نه برای خودشون، برای نظم نوین جهانی. ما باید ذکاوت داشته باشیم، ما باید زیرکی داشته باشیم. در اینجا ارتش شاهنشاهی ذکاوت و زیرکی و چیزوشی خودش به کار بگیره و بیاد قدرت رو به دست بگیره. قدرتی که به دست گرفت خیلی از این موارد مشکلات حل میشه. یعنی شما یادتون نره نظام رضا شاه، نظامی که محمد رضا شاه این دوتا آوردن، یه پرانتز در تاریخ ایران بود. این پرانتز هر موقع میشه باز بشه، ولی بایستی شما همت کنید. اونهایی که قدرت دارن، توانایی دارن، زیاد هم هستن. الان یادتون نره سابق بر این میگفتن که 99% رفتن به جمهوری اسلامی رای دادن. الان شما دنیا هنوز نفهمیده، من هنوز دارم با اینا بحث میکنم، حتی میبینم بعضی از برادران افغان ما نفهمیده که آقا الان تو ایران 90% نه مسلمانن نه جمهوری اسلامی رو میخوان، نه هیچ یک از شعارهای اسلامی رو میخوان. 10% با رژیمه، 10% هم خودش میشه 8 میلیون 9 میلیون. این 8 میلیون 9 میلیون کسانی هستن که یک خریت دارن و دو از نظر تبار و قبیله و قوم تازی هستن. جدش آقای خمینی و ابراهیم گلستان هم که هست، جدشه سید اولاد پیغمبره، یه رو کمونیسته ولی سید جدشه. بخشی از اینا جدشونه، برخی از اینا از خریتشونه حسین حسینی و حسین حسین رابطه. برخی از اینا حقوق بگیرن، حقوق میگیرن، حالا نه حقوقای بالایی که سرداران و افسران و اینا میگیرن، این توده های مردمی که تو با چلو کباب میتونی بخری. با چلو کباب کسی که با عمرش چلو کباب بنده خدا نخورده نمیدونی که باید برای حق خودشو بگیره. برای یک چلو کباب میره رای میده، برای یک چلو کباب میره تظاهرات، برای یک قوطی روغن چه میکنه چه میکنه. اینها 7-8 میلیون نفرن، ولی از اونور 80 میلیون هن که اینا رو نمیخوان. حالا اون 80 میلیون دخترای شجاع ایران، اینها تاج سر ما هستند، تاج سر ما هستند. من سیاوش اوستا دست و پای این دختران دلیر رو میبوسم. محمد رضا شاه ازش پرسیدن که تو تاج سر خودت گذاشتی، حالا سر خانمت چرا گذاشتی؟ گفت من تاج رو سر زنم نگذاشتم، سر زن ایرانی گذاشتم. همه زنان ایرانی شهبانو هستند. گفتن شاهنشاه، تو همه جا به تو ایران گفت میگن شاهنشاه. شاهنشاه یعنی امپراتوری، یعنی شاه شاهان.
اوز قدیم بود که شما 140 کشور برایش ایران حکومت میکرد، 140 تا شاه داشت، بعد یکی بود شاه شاهان بهش میگفتن شاهنشاه. تو کجاست و امپراتوریت که این جالبه. یه روز توی سنای فرانسه من سخنرانی داشتم، از این چپولای چپ مپ اینا اونجا بود، وقتی تا اسم محمد رضا شاه و شعبانی رو من آوردم اینا، گفت آقا این شعبانی میگه امپراتوریست بوده فلان بوده، کجاست بوده شاهنشاه چی بوده؟ اونم به فرانسه گفت. گفتم تو که فارسی بلدی، حرف خود محمد رضا شاه رو گوش کن. محمد رضا شاه خبرنگار وقتی ازش میپرسه تو شاهنشاه کجای شاهنشاه، میگه من وقتی به من میگن شاهنشاه یعنی مردم سرزمین من، اون موقع 30 میلیون بود، همه شاهن، همه شاهن، من خدمتگزار اونها هستم، من شاه شاهان هستم. پاسخها رو شما ببینید، منطقی، عقلی و خردگرا. حالا خیلی ها فهمیدن که سرشون کلا رفته و خیلی ها فهمیدن که اینا رو باد کردن که علیه اقتدار ایران به کار بگیرن. خیلی همیناست محمد پمداش بگی تا ابرام ابراماش و فلان. خوشبختانه اندیشمندان بزرگی مثل دکتر اسماعیل خویی، خانم هما ناطق و خیلی از این چپچپولای دیگه، اینها پیش از مرگ گفتند که اشتباه کردن و من این افتخار داشتم که با بحث با برخی از این عزیزان اینها رو به مرحله برسونم. اوایل که من وارد پاریس شده بودم در لندن سخنرانی داشتم و در اون سخنرانی از جمله دکتر اسماعیل خویم بود، حالا ما یک بچه جوان فلان دکتر. شب ما نشستیم تا 2:30 در خونه منوچهر محجوبی که ایشون آهنگر و چلنگر رو در می آورد و آقای خندان روانشون شاد با اسماعیل خویی و تا صبح ما صحبت می‌کرد. اونجا بود که خویی گفت بابا اگه شاهی کارار میکرده، اگر اون اینه اینه، ما هم شاهیم که. گفتم خب بیا بگو. گفت الان نمیتونه بگم، الان نمیتونه بگم که الان همین محجوبه میکرده، همین خنده میکرده، خندید. خب ولی آخر عمرش اومد گفت. حالا هم یادتون نره اینایی که تو بازی هستن جار و جنجار علکی را میندازن اینا رو شما ول. خوشبختانه ما در شبکه‌های اجتماعی بچه هایی رو داریم، روشنفکرهایی داریم، دارای سعادت در کلام، کمالات در کلام، ها، قاصدک در پیام. اینها بچه هایی هستند که الان دارن روشنگری میکنن. تیروناشون قوی نیست مثل بعضی ها، ولی هستن. یه واف رو میگیرن برای شما خوب وا میکنن. به اینها گوش کنید، به اینها توجه کنید و خردگرایان میهن پرست آزادی مستقل رو از دیگران تشخیص بدید، در تله های استعماری نیفتید و بدانید که این بار زن ایرانی، دخت آریایی ما را آزاد میکنه. سرش مست و دلش تشت و صدای خنده اش کو، براش رفتم که آوازی دگر بهرش بخوانم. کمی گشت و دمی جست و به من گفت برو آواز خود با دیگران خوان. با بغضی از ترانه محزون از این زمانه، رو به دریا کردم و آهی کشیدم. شعر خود را دوباره با شوری عاشقانه با مرغان هوا کردم روانه. آزادی ما امروز دست دخت ایرانی است. شما بچه ها جوانه باید اینا رو پدافند باشین. الان میخوان فشار سرکوب رو زیاد کنن به بهانه روسری. بهانه روسری رو شما باید با فریاد از دخترها رو حمایت کنید، بزنید و نترسید. برید ورزش های رزمی رو هم خوب یاد بگیرید. ایران با شماست. ایران اهورایی. به خوشنودی اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی. از برادر عزیزم مهندس امیر شجره سپاسگزارم. دستان گرم همه شما رو میفشارم تا برنامه دیگر. بدرود. تو چشم اشک زیاد و
ولی افسوس نمیاد، تو چشام عشق زیاد ولی افسوس نمیاد، گریم حالی میخواد گریم حالی میخواد. تو چشام عشق زیاد ولی افسوس نمیاد، تو چشام عشق زیاد ولی افسوس نمیاد، گریم حالی میخواد گریم حالی میخواد. میخوام بنالم اما نمونده جای ناله، خدایا این چه روزه، خدایا این چه حاله، تنگ نفس خدایا تو غربت قریب راه گلو بسته، بغضه ی درد پنهون تو چشام عشق زیاد ولی افسوس نمیاد، تو چشم عشق زیاد ولی افسوس نمیاد، گریم حالی میخواد گریم حالی میخواد. من با خدا رقصیدم، 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب، از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سیاوش اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا. غزلی بخوانیم و اما فال حافظ. بسیاری از خردمندان شاید بر ما که خود منادیان خردمندی و خردورزی هستیم خورده بگیرند که چرا وارد این مبحث می شویم، اما روح بزرگ شمس الدین محمد حافظ شیرازی ما بالاتر از آن است که ما از او سخن بگوییم و از فالش چیزی نگوییم. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.